سلام و نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، صابر هستم. امروز قصد دارم در رابطه با پرورش مرکبات درون گلدون با شما صحبت کنم. پرورش مرکبات درون گلدون بسیار ساده و بسیار سهل و آسونه، به شرطی که ما بتونیم شرایطش رو مهیا بکنیم. اولا که برای گلدونی که ما میخواییم درونش مرکبات، وقتی صحبت از مرکبات میکنیم، لیمو شیرین، پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، لیمو ترش، تمام اینا رو شامل میشه. خیلی به من زنگ میزنم میگن که شما راجع به مرکبات صحبت کردی، راجع به مثلا لیمو ترش صحبت نکردی. پس وقتی ما میگیم مرکبات، شامل تمام میوه های هستدار گروه سیتروس فروت یا مرکبات همه با هم میشه، هیچ فرق نمی کنه. اولا که خاک ترکیبی که ما برای گلدونامون لازم داریم، خاک ترکیبی جنگلی باید باشه. در غیر این صورت از یه خاک مرغوب باغچه‌ای، اگه باغچه‌های قدیم باشه که مطمئن باشیم که خاکش مرغوبه، استفاده می‌کنیم، یا از خاک برگ و ماسه و کود گاوی کاملا پوسیده. یادتون باشه در هیچ شرایطی از کود حیوانی هیچ فرق نمی‌کنه، هر پرنده یا چرنده، تازه استفاده نشه، باید کهنه و پوسیده باشه. چرا؟ به این دلیل که اگر ما از کود تازه بخوایم استفاده بکنیم، به مشکلی برمیخوریم، وجود باکتری ها، ویروس ها و انگل هایی که درون کود تازه هستش و حرارت بالای کود جدید. پس یادم باشه کود حتما باید پوسیده باشه. و اگر ما میخواییم ترکیب رو به وجود بیاریم که ماسه و خاک برگ و کود گاوی، باید دقیقا این ستا با هم یک اندازه باشه، کمتر و بیشتر نباشن. برای ریشه دوندن قلمه اگر میخواییم بزنیم، میتونیم از ماسه استفاده کنیم، ماسه خالی. و یادمونم باشه وقتی که مرکبات سنشون خیلی تو گلدون که رفت بالا، در یک فصل مناسب بهاری هوای ابری، یادمون باشه شدت تابش آفتاب بالا نباشه و گرما زیاد بالا نباشه، از یه بخشی از ریشه ها رو ما کم میکنیم که تا ریشه های جدید زایده بشه. ریشه وقتی کهنه بشه، درخت خود به خود چون فضا نداره رشد بکنه، درون جنگل درون باغا ریشه رشد میکنه، ریشه کهنه میره، ریشه های جدید باز کنارش زده میشه. ولی درون گلدون این اتفاق نمیفته، ریشه به دور خودش میچرخه. پس ما ریشه رو کات میکنیم که بتونیم از ریشه های جدید استفاده بکنیم. و یادمونم باشه به تمام درختای مرکباتمون اگر میخوایم میوه بگیریم، دو ماه باید استراحت بدیم. حالا حتما بپرسین چجوری بهش استراحت بدیم. خیلی ساده است، در فضای نگهداری میکنیم که هوا بین 5 تا 10 درجه سانتیگراد بیشتر نباشه و آبیاری رو هم یه مقدار کم میکنیم. به فرض مثال اگر در هفته یک نوبت آبیاری میکردیم، حالا میکنیمش در 10 روز یک مرتبه. نوبت آبیاری رو کم میکنیم، هوای کم 5 تا 10 درجه نگهداری میکنیم، ولی یادمون باشه نور کامل باید در اون فضا باشه. زمانی که سیتروس یا مرکبات رو ما اگر از نور کافی محروم بکنیم، برگا زرد میشه و از اون شادابی که باید داشته باشه محروم میشن. و بعد از 2 ماه ما باید بیاریم در یک فضایی که هوا بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد باشه و مقدار آبیاری رو این بار دیگه اضافه میکنیم، از 10 روز به هفته یک بار. همینجوری که رو به بهار میریم، وقتی هوای یخبندون و سرما و شبهای سرد بهاری از بین رفت و خطر بارندگی برف و تگرگ از بین رفت، اون وقتی که ما میبریم سیتروس رو، گلدونش رو بیرون، در فضای بیرون نگهداری میکنیم، در کنار دیوار شرقی، از این که اشاره میکنیم و چون شرق ما این طرف،
و وقتی کنار دیوار شرقی قرار بدیم 4 ساعت آفتاب صبحگاهی بهش خود به خود میتابه، و اگر دیوار شرقی شرایط مهیا نیست در دیوار جنوبی قرار بدیم، هرگز در دیوار شمالی و غربی قرار ندیم، چون در دیوار شمالی قرار بدیم تمام روز رو آفتاب شدید میگیره و شروع میکنه به نوک برگ ها حالت قهوه‌ای شدن و برگ ها شروع میکنه به ریزش کردن. کلن مرکباتی که درون گلدون نگهداری میکنیم، ما در روز 3 تا 4 ساعت بیشتر آفتاب نیاز نداریم، ولی حتما نور کافی رو ملازم بشیم. حالا ببینید، وقتی که ما میتونیم از داشتن یک مرکبات عالی درون خونمون یا درون گلدونمون استفاده ببریم، شما میتونید از این نعمت استفاده بکنید و بفهمید که چقدر لذت بخشه. الان این لیمو شیرین رو تقدیم شما عزیزانم میکنم. جاتون بسیار خالیه، میتونیم از هسته های این استفاده بکنیم و دوباره بکاریم. حالا که این عجب عطری حقیقتا بسیار لذیذه، حالا بعدا جاتون خالی میخوریمش. ببینید الان این اگر نگاه بکنید، میوه هاش کاملا رسیده است، اینجا رسیده است. اگر از این بعد دور بزنیم بیاییم ببینیم، میوه ها دیگه رسیده، وقت چیدنش ره. حالا وقتی که ما از این بوته، از این گلدون مطمئن شدیم که میوه میتونیم بگیریم، حالا از این باید ترانسفر بکنیم روی بوته های دیگه که اینجا الان هستن که میوه ندارن و بتونیم ازش میوه بگیریم. حالا این رو من از بالای این شاخه بریدم و بازم الان خواهم برید. ببینید، این اولا که من از اینجا ببرم این برگ رو، یادمون باشه به این حالت خیلی خیلی آروم و آهسته، ببینید اینو از این جدا میکنیم، یک مقدار دیگه هم کوتاه میکنیم. یادمون باشه هم بالا هم پایین پیوندمون باید کاملا این چاقوی مخصوص پیوند رو دوستی از آلمان برای من یادگاری فرستاده، متاسفانه اسمش رو فراموش کردم، ولی کم واقعا زحمت کشید، رفت زنجان این رو با چه ستمی با چه سختی برای من پست کرد، چند بار اومده برگشت، دست دخترش هم درد نکنه، بالاخره موفق شد. این الان آماده است. این رو این چون الکلی و تمیزه میذاریم این رو. حالا بیاییم چیکار میکنیم؟ این رو باز تمیز میکنیم با پنبه الکلی. ببینید اگر از این ور بیایید، من اینو نشون بدم بهتون، اینجا رو ببینید، این الان پیوند اینجا خورده، میبینید پیوند رو باید زمانی بزنیم، هیچ وقت پیوند رو روی شاخه سبز نمیزنیم، هرگز این شاخه پیوند بگیر نیست، پیوند باید روی ساقه‌های این شکلی به رنگ کرم و سبز مخلوط شده باشه. حالا این پیوند اینجا میبینیم که موجوده. اگر ببینید ما چند نوع پیوند داریم، پیوند باد به اصطلاح اینجا بهش گفته میشه که توی پوست شکاف داده میشه به این حالت، ببینید پوست رو خیلی خیلی، اولا که این برگا رو میزنیم که جلو دستمون باز بشه، برگای پایین دست رو همیشه قطع میکنیم. خب اینجا رو به این حالت از این بالا با احتیاط کامل، فقط به فقط برگ با پوسته باید بریده بشه، چوب بریده نشه. تا اینجا بریدیم، حالا اصطلاحاً بهش میگن پیوند تی، هم بهش گفته میشه تی گرافتر. خب به این حالت که این شکاف رو دادیم، پس از اون بالا حالا با یه پیشگوشتی که خیلی تیز نباشه، پیشگوشتی رو میندازیم توی این برش به این حالت، خیلی با احتیاط، نباید طوری باشه که پوسته کنده بشه بره بیرون. ببینید اینو کاملا خیلی 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 ظریف و
با دقت این پوسته باید جدا بشه به این حالت. میریم بالاتر. ببین این پوست دیگه کاملا از بدنه به این حالت جدا شد. خب حالا که پوست از بدنه جدا شد، این پیوند رو دستمونم باید تمیز باشه. ابزارمون باید به این حالت قشنگ هولش میدیم بره توی این شکافی که بهش دادیم. یه ذره بالاتر. خیلی خوب. ببینید این الان دیگه اینجا رو گرفت خودش. حالا اینو دیگه باید محکم 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 نگه داریم که نذاریم جدا بشه از هم دیگه. خب اینجا رو اول پایین پیوند رو گره میزنیم محکم به این حالت. یه گره پایین میزنیم. خب یکی دیگه درست بالای پیوندک. یادمون باشه این قسمت هرگز نباید بسته بشه. ببینید این باید قسمت شاخه به این حالت بیرون قرار بگیره. اینجوری حواسمون باشه که روی پیوندک رو هرگز نمیبندیمش. یعنی اون شاخه‌ای که برگش ازش جدا شد اینو کاملا محکم و کاملا محکم به این حالت میبندیمش. اینا رو حالا که بستیم مجددا یه گره بهش میزنیم اینجا و گره بعدی رو میزنیم. خیلی خوب. برای اینکه تمیز باشه این رو با یک ابزار تیز از ته تقیشی میکنیم. ببینید الان اگه دقت بکنید، من برگو بزنم بالا ببینید با پیشگوشی نشون بدم. به این نوک پیوند روی اینجا بذار پس توضیح بدم یک بار دیگه. من ببینید از اینجا قیچی بکنم. خب از اینجا قیچی میکنیم. ببینید اینی که قیچی کردیم، این برگو که زدیم به این حالت، باید این قسمت هرگز بسته نشه. وقتی که اینجوری کاتش میکنیم، ببینید باید دقیقا این قسمتی که از برگ قیچی شده کاملا بیرون باشه، ولی کل این تنه پایین و بالا محکم و محکم بسته میشه. و حالا اگر دقت بکنید اینجا خود اینو ببینید، بذارم برم برتر، خود اینو پیوندش رو اگر نگاه بکنید از اینجا اینا ببینید بسته شده. اینجا پیوندی بوده که از درخت دیگه خورده و زمانی که پیوندمون مطمئن شدیم که گرفت، حالا اینجا بسیار مهمه، 45 روز طول میکشه تا این پیوند گرفته بشه. وقتی مطمئن شدیم که پیوند گرفته شده و دور پیوند کاملا این شکلی احاطه شده، او وقت چکار میکنیم؟ این شاخه رو از این کمر به حالت اره‌ای میبریم و خمش میکنیم، میاریمش پایین، نمیذاریم شاخه بره بالا. میمونه اینقدر میمونه که تا این پیوند ما شروع بکنه به برگ دادن. زمانی که برگ داد به اندازه این مقدار، ببینید به اندازه این مقدار کاملا، وقتی که اومد بالا، اون وقت این خمیدگی رو از 2 سانتی بالای این پیوند که همین الان نوار پیوند من اگه ببینید درست از همینجا میبریم میندازیمش دور، چون این دیگه میوه نمیده، میوه اینجا شروع میشه. پس پیوند بسیار کار آسون، ساده و بی درد سریه، به شرطی که ما اعتماد به نفس داشته باشیم و
اعتقاد داشته باشیم که میتونیم از کارهایی که میکنیم هم به نفع خودمون هم به نفع بشریت استفاده بکنیم. دوستتون دارم، در اینستاگرام منتظرتونم، در یوتیوب منتظرتونم، در آپارات هم منتظرتونم. بیایید همه با هم دست به دست بدیم ایرانی سبز و ملتی با وقار باشیم. دوستتون دارم با آرزوی سلامتی و تندرستی برای یکایک شما عزیزانم. خدایا رو نگهدار شما عزیزانم.